بنایی با شکوه در دل تهران، یادآور شکوه و عظمت پارسی، تداعی کننده امپراتوری بزرگ هخامنشیان و یادآور خدمات رضاشاه پهلوی. سلام دوستان، به کانال تاریخ بناهای معماری ایران خوش آمدید. در این ویدیو به معرفی کاخ زیبا و با شکوهی که به دستور رضاشاه به سبک ملی در تهران ساخته شد میپردازیم. با ما همراه باشید. یکی از ساختمان‌هایی که ما را یاد تخت جمشید، آپادانا و دوره باشکوه هخامنشیان می‌اندازد، عمارت باشکوه کاخ شهربانی در دل تهران است. خاطره ای که اکثر ما از این کاخ داریم، بالا رفتن کارگاه علوی از پلکان‌های عریض و سنگی آن به عنوان اداره شهربانی و رسیدن به ایوان زیبا و باشکوه آن است. این کاخ زیبا و باشکوه به دستور رضاشاه پهلوی در سال 1351 در میدان مشق تهران برای اداره شهربانی ساخته شد. طول نمای اصلی این ساختمان حدود 200 متر و طول هر یک از سبال آن حدود 80 متر است. این بنا توسط قلیش باقلیان طراحی گردید و نظارت فنی آن با مهندس علی خان بود. در نمای اصلی بنا نمادهای ملهم از معماری تخت جمشید و بالاخص کاخ آپادانا پیاده شده است. این نمادها شامل ستونها، سرستونها، پله‌ها، قاب‌بازشوها، کنگره‌ها و تزئیناتی مانند گل نیلوفر، سربازان هخامنشی، نقش فروهر و شیر بالدار است. نوع قرار گرفتن پلکان در عکس ورودی ساختمان مؤکداً تکرار می‌کند که شما به محضر پلیس شاهنشاه رضاشاه نیامده اید. شما به محضر کسی آمده اید که خود را امتداد امپراتوری هخامنشیان می‌داند. اگر تا این لحظه این ویدیو رو دوست داشتید، لایک کنید و خاطرات خودتون را از این عمارت زیبا زیر همین پست بنویسید. ساختمان کاملا متقارن و بر ورودی در بخش میانی ساختمان تأکید شده است. شایان ذکر است که تأثیر سبک‌های دیگر معماری نیز بر این بنا مشهود است. قوس‌های بالای بعضی از پنجره‌ها به صورت قوس جناقی است و اطراف قوس‌ها با کاشی لعابدار با نقوش اسلیمی تزئین شده است. لذا نمادهای از شیوه اصفهانی هر چند به صورت جزئی در نمای ساختمان لحاظ شده است. این کاخ یک بنای عمدتاً اداری است و پلان متقارن و برونگرای آن با تأثیر از معماری نوکلاسیک غرب است. سرستون‌های داخل بنا به شکل کرنتیان می باشد. بخشی از نمای پشت، نمای شرقی با رویه سیمان به سبک مدرن اجرا شده است. اگرچه تأثیر سبک‌های مختلف در این بنا مشهود است، ولی باید بیان داشت که سبک غالب آن سبک ملی است. در فاصله این سالها اگرچه کاخ شهربانی به وظیفه اداره نظمیه شهر مشغول بود، اما خوابش را هم نمی‌دید که روزی کاخ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شود و مهمانان هر مجلسی با دهان باز به آینه کاری های راهروهایش خیره شود. اگر علاقه مند به تاریخ و بناهای معماری ایران هستید، کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هر زمان من ویدیو گذاشتم ببینید و لذت ببرید. ممنون.